وزیران امور خارجه و نمایندگان ارشد نزدیک به 200 کشور جهان امروز شنبه در روز پایانی نشست تغییرات آب و هوایی پاریس موسوم به کوپ 21 و پس از دو هفته بحث و تبادل نظر و مخالفت‌ها و چانه‌زنی‌های کشورها پیشنویس توافق برای کنترل گرمایش زمین را برای امضای نهایی آماده کردند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه این طرح را که قرار است بعد از ظهر شنبه به تایید نهایی برسد طرحی متعادل و تاریخی خواند. Durable, dynamique, équilibré. پیشنویس توافق پیشنهادی متفاوت، دقیق، پایدار، پویا، متوازن و از نظر حقوقی الزام‌آور است. در زمینه کنترل افزایش میانگین دما تا زیر 2 درجه و تلاش برای رساندن آن به 1.5 درجه هدف محوری و حیاتی ما را تأمین می‌کند. به این ترتیب از خطرات و پیامدهای تغییرات آب و هوایی به طرز قابل توجهی کاسته می‌شود. هر توافقی که در نشست اقلیمی پاریس به دست آید از سال 2020 میلادی لازم‌الاجرا خواهد بود.